تو داری نقش مادری رو بازی میکنی که خودت هم گفتی زندگیت به هم پاشید در، ولی از یک جانب دیگه نقش زنی رو بازی میکنی که بهش ظلم مردسالارانه شدی. یعنی ما در تو در واقع یک جامعه مردسالار رو میبینیم، یعنی مردی که کتک میزده، مردی که در واقع برخورده دونتیز بشه. چجوریه؟ یعنی اینو چجوری میبینی؟ یعنی در واقع تو این جامعه هنوز چنین اتفاقاتی باید بیفته دیگه که ما نمونه شو در تو میبینیم؟ چون تو در واقع شخصیت خیلی مهمی تو فیلم هستی. یعنی ما با تو به درون یک خانواده میریم که دروش مرد وجود داره که در این حال که به نظر میرسه باسواده، ولی مردیه که دست بزن داره. و در واقع این نکته خیلی غریبیه. به نظرم اتفاقا این میزان از خشونت رو که توی فیلم هم سعی کردیم نبینیم. حتی اول فیلم توی سکانس اول یک جایی شخصیت زهرا خانم، خانم سعادت به من میگفتن که زیر چشت چرا کبوده؟ من میگفتم هیچی نیست و حالا با یک لوازم آرایشی سعی کردم بپوشونمش که حالا توی الان تو فیلم نیست، حالا به هر دلیلی. ولی هیچ جایی ما این خشونت زیاد رو نمیدیدیم، یعنی بیشتر حس میکردیم که این اتفاق افتاده که به نظرم درست هم بود. ولی توی طبقه اتفاقا متوسطی که ما میبینیم توی جامعه و به نظر میاد که خیلی چیزا باید حل شده باشه یا از بین رفته باشه، اتفاقا خشونت علیه زنان رو خیلی میبینیم. حالا صرفا فقط این نیست که آدم زنی رو کتک بزنه، به نظر من تحقیرایی که خیلی از خانوما میشن زخمش، این معتقده طبقه متوسطی خشونت هست، خیلی زخمش خیلی عمیق تر از طبقه سنتی، از قشر سنتی. نه منظورم اینه که مثلا این شکلی نیست که فکر کنیم مثلا آدمایی که جامعه مرد سالار دارن حتما خیلی خانواده های سنتی به معنای کلاسیکش هستن. من این اتفاقو خیلی میبینم، حتی کسایی که به نظر نمیاد ممکنه که آقایونی که دست به خشونت بزنن یا خانوم هایی که آدم حدس نمیزنه ممکنه زیر بار خشونتی برن، میبینم که در درونشون در کانون خانوادهشون اتفاق خیلی به وفور داره میفته.